بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادرای محترم، درس امروز ما شما درباره نفس است، نفس و تربیه نفس. تربیه نفس. خب وقتی ما شما درباره نفس صحبت میکنیم، اصلا در قرآن عظیم الشان نفس به اشکال مختلف درباره از او صحبت شده و ما منظور ما از نفس امو قوی داخلی انسان است که فعالیت های خارجی را ترتیب و تنظیم میکنه. بسیاری وقتا تعبیرهای مختلف از وجود داره، ولی ما نفس چه قسم میتونیم تعبیر بکنیم؟ نفس عبارت از قوی داخلی است که فعالیت های بیرونی را کنترل میکنه و یا ترتیب و تنظیم میکنه. عالم امسر میبینیم یک انسان است. این انسان در مراحل اول وقت قرار داره در یک خط واضح و روشن قرار داره، چرا که حضرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم ارشاد فرموده که کل مولود یولد علی الفطره ثم ابواه یحویدانه او ینصرانه او یمجسانه. یعنی هر کس را خداوند متعال جل جلاله با ایمان فطری، با عقیده پاک و صفا، ولو در خانه یک مشرک و در خانه یک یهودی و یا نصرانی و مجوسی هم تولد شود، این طفل معصوم از رحمت خدای عزوجل پاک و صاف تولد میشه. ثم ابواه، باز این والدین از اینا هستن که سر از اینا تاثیر کرده، شخصیت از اینا را تغییر میدن، اینا را به طرف مجوسیت، یهودیت، نصرانیت او طرف ها میکشنه. بران وقت ما و شما در مرحله اول وقتی که سر یک انسان صحبت میکنیم، این انسان در مرحله اول کاملا پاک و نظیف است و از داخل هم وجود ازی درست است. اما آل ای نفس ازی، ای داخل وجود انسان، خاری صاحب امان الله کجا هستن؟ خاری صاحب شما لطف بکن بین یکان آیت باز بر ما کمک بکنین، چون اینجا آیت زیاد است. شما امروز امروز اسیست بکنید، یعنی اسیستانت باشین. اینال قاری صاحب عزیز برمون میگه که مثلا امو آیت شریف است که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیرو ما بانفسهم. امیر تلاوت کنید قاری صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیرو ما بانفسهم. اینی آیت شریف است که خداوند متعال، ببینید در اینجا کلمه انفوس گرفته که جمع نفس است. بناً انسان نمیتونه که خداوند متعال جل جلاله میگه که خداوند تغییر نمیده یک قومی را تا ای که اونا خودشان خود از داخل تغییر ندن. بناً تا که انسان نفس خودش سرش کار نکنه، او را اصلاح نسازه، او را جور نکنه، خداوند متعال انسان را تغییر نمیده. پس اگر ما میخواییم که تغییر بیرونی داشته باشیم، فعالیت های بیرونی وجود ما درست باشه، حرکت هایی که میکنیم، دست ما، چشم ما، اعضای وجود ما جور باشه، ما باید چی باید بکنیم؟ باید خود ما از داخل وجود خود آماده تغییر پذیری شویم. قرآن کتاب هدایت است، ولی امی کتاب هدایت بر کی است؟ بر انسانهای متقی است. انسانهای متقی کی هستند؟ کسانی که خود از کثافات تعصبی، از کثافات کفر، از اندیشه های غلط، از اندیشه های شیطانی خود محافظه میکنن، خود پاک میکنن. بنان اینی انسانها هستند که اینا انسانهای واقعی و حقیقی هستند که
خودشان میتونن که از نور قرآن استفاده کنن. خب موضوع ما سره نفس است. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. خداوند هیچ قومی را تغییر نمیده مگر اگر اینمی قوم، امی مردم، امی انسان ها خودشان از داخل نفس خود اصلاح نکنن. پس به این سر از این فکر بکنیم که درس امروز ما چرا گرفتیم کلش در پرتاب اینمی آیات مبارک و آیات دیگه که با همکاری قاری صاحب میخوانیم که آیات شریفی هستن که نفس انسان معرفی میکنن. خب وقتی که ما نفسم در اینمی حالت است و خداوند متعال جل جلاله میگه که تو تا بیرون تا نمیتونی جور بکنی تا که از داخل اصلاح نشی، تا وقتی که چراغ در داخل قلبت وحدانیت خدای عزوجل جای به جای نکنی نمیتونی از بیرون خدا بسیار قدر به 1000 تسبیح و 2000 تسبیح و کالا پوشیدن حاجت به می و دلق و فلانی و فلان نیست. درویش صفت باش و کلاه توتوری دار. میگه از داخل خود درویش بساز، از بیرون به درد نمیخوره، از بیرون بسیار کالای لوکس بپوش. پیغمبر صلی الله علیه و آله که خداوند خوش داره که آثار نعمت در وجودت ببینه، خوب لباس خوبش بپوش، خوب چلیتا آراسته بساز، ولی از داخل باید قلبت با ایمان باشه، از داخل خود اصلاح کنی تا اصلاحات بیرونی جور شوه. و ذکر که وقتی که میکنی، ذکر معنیش این نیست که ما مثلا 2000 مرتبه الله الله بگویم. ذکر معنیش این است که در هر لحظه خدای عزوجل به یادت باشه و در وقتی که میخوای گناه بکنی و یا مرتکب گناه میشی خدا از گناه دور بسازیم. خب حال این نفس شد، ما میخواییم نفس خود تربیه بکنیم. آیا نفس تربیه میشه؟ بله. علمای اسلام چی میگن؟ میگن که نفس انسان که از دو نوع صعود داره، یکی سیر داره، یکی سیر صعودی میگن، سیر صعودی، و یکی سیر نزولی. خب ما از کسایی که مثلا تحصیل کرده هستن تقاضایی را میکنم، من به خاطر از غالبا عامیانه گپ میزنم، اینا من مجبور هستم این کلمات صعود و نزول و تراره به خاطر از گپای من کلگی باید بشنوه، بر کلگی بگویم تشریح میکنم. صعود یعنی بلند رفتن، یعنی سیر صعودی، سیر حرکت هم میگه. یکی نفس انسان میتونه که حرکت بکنه به طرف بالا بره، یعنی رتبه خود بالا بسازه، رتبه خود مثل که دستگری مثلا دریم بریت من است، دوم بریت من است، لمرای بریت من است، توران است، جکتوران است، جگران است، دگرمن است، دگروال است، مارشال است. به این شکل میتونه انسان نفس خود هم به طرف بالا، رتبه خود بالا بره. و یا هم سیر نزولی. چرا میگن سیر نزولی؟ منظور از سیر نزولی است که حرکتش به طرف پایین است، به طرف قهقرا است. نزول یعنی پایین، یا حرکت میکنه به طرف پایین. سیر صعودی اینه ما میتونیم بگیم سیر ملکوتی، مثل به طرف سیر بگیریم مثل ملائکه ها وره. و سیر نزولی سیر حیوانی. هر کلمه رو که نفهمید لطفاً سوال بکنین، به خاطر از اینکه براتون واضح شوه، چون درس ما بر یک طبقه نیست. ما اگر پوانتون درس میتیم میفهمیم کلش صنف اول یا دو یا سه یا چهار سویه ها مساوی است، اما وقتی که در مسجد علاقی درس جور میکنیم اینجا چهره های متفاوت، سویه های متفاوت، مثلا سال های متفاوت است. از این خاطر کوشش میکنیم هر کسی که نفهمید کدام کلمه ما را که سخت بود بگه. سیر سعودی حرکت کردن به طرف بالا، نفس خود مثل ملائکه ها رو ساختن، خود مثل ملائکه ها رو ساختن و حتی از ملائکه ها هم که خود بلندتر ساختن. این سیر صعودی میگه. و سیر نزولی چی میگه؟ که انسان از خطی که همین خط نفس است، از این خط متوسط از این به طرف پایین خود پرته، بالاخره خود به طرف حیوانیت، به طرف ذلت، به طرف بدبختی، به طرف شهوانیت بکشانه. اینجا در حقیقت دو ترازو هست. پله ترازو به دست خود انسان است. میخوایی که طرف بالا ببریشه، میخوایی که به طرف پایین ببریشه. کدامشه میخوایی طرف بالا ببری؟ کدامشه طرف پایین ببری؟ ایره خود انسان. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. بنابراین تغییر باید خودت از داخل بگی. ما میخوایم تغییر بکنم. امروز ما درس خواندم استاد معظم درباره دعوت در زاد، استاد دیگه مثلا درباره بخاری شریف بر ما در زاد، قاری صاحب گرامی بر ما مثلا تجوید در زاد، استاد ما درباره نفس گپ زد. پس آیا ما باید تغییر بکنم؟ پس تغییر به دست خود انسان است که وقت تغییر بکنه اونجا دوا خدای عزوجل گذاشته. اگر انسان بخواد که توحید پیدا بکنه، در روی سرک در هر طرف که سیل کنی علامات توحید است. از این دروازه مسجد که برآمدی، برگ درختان سبز در
نظر هوشیار هر ورقش دفتر است معرفت کردگار. طرف درخت هم که سیل کنی در انسان حیوان هم طرف درخت سیل میکنن. حیوان که طرف برگ سیل کرد میگه اوه چه خوب برگ، از کاش که گردن ما گردن شتر وارمی بود، از این بالا گردن ما دراز میکردم همی برگا را میخوردم. اما انسان نمیگه که کاش که ما هم شتر وارمی بودم از اون چیز نکردم. انسان میگه که نه، من انسان با کرامت هستم، میگذارم که برگ ها بالاخره درخت میوه بده، باز اون میوه را در طبق برن پیشری میبرن. بسیاری وقت آدم یک دو دقیقه تال میته کسی که برش پوست هم میکنه باز میخوره. از این خاطر انسان باز فرق میکنه. اینال ایره جهان احساسی است که انسان فقط مثل محسوسات مثل دیگه حیوانات به طرف جهان سیل کنه، و جهان بینی است که انسان بینش عالی داشته باشه مثل سعدی و بگه برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتر است معرفت کردگار. اینجا باز میفهمه که اوهو چه قسم معرفت کردگار است. وقتی که از متخصص زراعت پرسان کردیم گفتیم شما امی برگ هیری خود سعدی این چند وقت پیش گفته بود شما چی میگن؟ گفت شما سعی کنید این در منزل سیوم برگ بالا شده. وقتی که در منزل سیوم خانه تا میریم اینجا برگ بالا شده، اگر ما میخوایم به منزل سیوم خانه ما او بالا بکنم مجبور واتر پمپ داشته باشم، مجبور پایپ داشته باشم، مجبور نل داشته باشم. برای یه درختی که در هر برگ خداوند آب میرسانه چند تا جنراتور است و چند تا واتر پمپ است تا او پایم شد. آیا هست نیست؟ هست، ولی ما او تو دیده نمیتونیم. اما ذاتی که در بین هر کدام از او خلق کرده و ما او تو از استفاده میکنیم، آیا امی قسم بانیم؟ یا در باری ازی فکر بکنیم که نشه که امی درخ سر ما خنده بکنه که ای انسان احمق تو طرف ما سیل کردی میوه مرا خوردی، ولی تو شایستگی خوردن از این میوه را نداری. تو نتونستی که خدا کرامت تا حفظ بکنی، عزت تا حفظ بکنی. خداوند تو را اشرف مخلوقات ساخت، خداوند تو را خلیفه خود در روی زمین گشتان. آیا تو این عزت این چوکی را که خدا برای تو این چوکی را داده این عزت تو داری؟ ایناله سیر سعودی نفس رفتن به طرف ملکوتیت، به طرف بالا مثل فرشته خدا ساختن است، و سیر نزولی حرکات حیوانی را انجام دادن است، خود پایین ساختن. و بالاخره باز من مثالاش براتون میگم، به شرط از اینکه باز خدا اینا خواسته در یگان مثال که جالب بود خنده نکنین. خب من یگان چیز که کار مه کمی کسایی که درس میدم یگان مثال میگم و خنده میکنن، خنده نکنین. اما پت پت خنده کردین خیر است. اینال سیر سعودی نفس وقتی که ما شما میبینیم، میبینیم که نفس به طرف بالا میره، نفس کمک نزول میکنه طرف پایان. اگر طرف پایان بود باز ایره میگه نفس اماره به سو، و ما اوبر او نفسی این نفس لامارتون به سو. ما خدا براعت نمیتونم. چرا خدا براعت نمیتونی؟ نه نفس لامارتون به سو، نفس اماره به سو هست. خود تو ماندیش که اماره به سو باشه، تو تربیش نکردی، تو چرا ماندیش به یه حالت ابتدایی که همین قسم شود تو را در رفع بدیه ها کش کنن؟ باز ما و شما میگیم که علامت های نفس اماره به سو، اماره صیغه اسم مبالغه هست، کسایی که عربی میفهمن، اما از امره گرفته شده، امره یعمرو امرن. و وقتی که مبالغه میکنی میگی بسیار امر کننده. امر اسم فاعل است، اسم فاعلش امر است، و مأمور اسم مفعولش است. نفس انسان احیانا امر میشه، انسان امر میکنه، ولیکن میگه نه، اگر نفس تربیه نکردی بالاخره باز از امریت میبره سرت رئیس جمهوری میکنه، باز اماره میشه. ان النفس لاماره بسو، باز بسیار امر کننده است. بچی به بدی ها. خب ای در بخش سیر نه، ما اول باید از سیر سعودیش گپ بزنیم، با سر زی گپ بزنیم. الهی اگر ما میخوایم که نفس ما بالاتر بره تربیه شوه، نفس ما چی کنم؟ میگم میتونه نفس تو چی شوه؟ 50% ایره تربیه بکنی. وقتی که 50% تربیه شد علامتش چی است؟ میگه ای است نفس لوامه. ولا اقسمو بالنفس اللوامه. خداوند قسم یاد میکنه به چی؟ به نفس اللوامه. خداوند به چیز گنده و مردار و خراب قسم یاد نمیکنه. خداوند به چیزی که عزتمند است، به اون نفس انسانی که تانسته خود از نفس اماره به سو بکشه، به کجا انتقالش بده؟ به نفس اللوامه. لوم ملامتی رو میگه، لوم ملامتی رو میگه، لام یلوم و لومن ملامت کردن است. اینال وقتی که میگیم لوامه، اینجا تیش تی تانیس است، چرا که نفس کلمه است که ایره مؤنث مجازی میگن.
این الوقتی که این معنی مجازی هست بنا ان علامت تعنیس نداره، از این خاطر صفتی از چی میشه؟ باید به مؤنث شوند. لوام، لوم ملامتی، لوام یعنی بسیار ملامت کننده. چه قسم ملامت کننده؟ یعنی نفس انسان وقتی که اماره به سو بود، انسان به بدیها خودش کش میکنه. باز علامات شو براتون میگم. اما نفس لوامه چی است؟ نفسی است که از داخل انسان مثل پولیر، باز به نام پلیس داخلی میگن. نفس لوامه رو چی میگن؟ پلیس داخلی. بعضی‌ها میگن محکمه داخلی. پیش از اینکه انسان مجرد که یک اشتباه از پیش انسان شد، فورا خود نفس او رو ملامت میکنن. جگر خون است. چرا جگر خون است؟ هیچ علامت امروز جگر خون است. نه، چیه پس نیست. او خود جگر خون به خاطر ازی است که یک اشتباهی کرده. چی بد کردم؟ دو ساعت پیش فیلم شیشتم، دو ساعت سریال سر کردم. حالا نفس برم چی میگه؟ ملامت میکنه. میگه سیکو بچه جان 60 دقیقه، یک دقیقه 60 ثانیه میشن. اینا رو تو مثلا دو ساعتت چند دقیقه میشه؟ دو ساعت 120 دقیقه. چند ثانیه میشه؟ 7000. خیر ببین، نفس لوامه میگه که خب 7200 یونت از عمرت در کجا روان کردی؟ در شیطان بانک، در اوندو بانک. یا رحمان بانک است یا شیطان بانک است. رحمان بانک هم نمایندگی داره. ما تو عمل در نمایندگی رحمان بانک شیشتیم. خانه خدا نمایندگی ذخیره خداوندی است. هر دقیقی که در مسجد چشتی، هر ثانیه که در مسجد چشتی، این در روز قیامت خدای عزوجل برات حساب میده. اما در شیطان بانک وقتی که چشتی، هر ثانیه را باید به خدای عزوجل جوابگو باشی. حدیث نبی کریم صلی الله علیه و سلم است که قدم های انسان در روز قیامت از میدان حشر برداشته نمیشه تا که 5 سوال جواب نگویه. 2 سوال در مورد وقت است. جوانیت در چی سپری کردی؟ عمرت در چی سپری کردی؟ 2 سوال دیگه در مورد چی است؟ مال است. از کجا پیدا کردی؟ اینکمت از کجا شد؟ و اوتپوتت، مصارفت در کجا بود؟ از این باید از پیشت سوال میشه. و سوال دیگه که علمی که یاد گرفتی، این استاد آمد برای تو تمام روز از دعوت درس داد که این کار کو، این کار کو، این کار کو، فقط نوشته کو. در اسلام کثرت معلومات به درد نمیخوره. علم اگر اندک بود خوارش مدار. سایزنه یک نفر بسیار علم زیاد داره، بسیار رتبه های زیاد داره، به خدا اونمو ژورنالیسته که جورج بوش کرده بود خود زد نه، او بسیار ارزش داره. از او کسایی که شاهدنامه های کتا کتا دارن جورج بوش در بغل خود گره، باز جورج بوش هم در تختی پر شک تپ تپ کرد. بسیار ارزش داره. اون مردکه خود نشان نجات گفت که تو دشمن انسانیت لیاقتی نمیبوته داری. پیش خدا او ارزشش زیاد است. از این خاطر استاد درس داد، چی عمل کردی؟ در کتابچه یادداشت گرفتی؟ خلاص نه، تو حداقل باید در زندگیت ما یک نفر بی نماز آخه نماز خان بسازی، ما یک نفر گمراه را که دعوت کنی، یک دوست خو اصلاح کنی. بگی استاد والا، استاد چه وقت خوش میشه؟ بگی استاد والا امی درس های شما سر من تاثیر کرد، از گواهیتان من استفاده کردم، امی سیستمی که خودت برام یاد دادی در دعوت امیر من استفاده کردم، رفتم فلانی نفر نماز نمیخوان، برش سی دی حسن دادم، سی دی بی نماز دادم، سی دی جزای تارک نماز دادم، کد خانی ما میمانش کردم، دعوتش کردم، برش گپ زدم. و امی گپایی که خود برات گفته بودی اینه، من به شکل تیوریک از تو یاد گرفتم، به شکل پرکتیک سر فلانی مسلمان تطبیق کردم. اینی نفر به نماز نمازخوان بود، این ثمره درسای خودت بود و درسایی که من از تو استفاده کردم. استاد خوشحال میشه، الحمدلله که خداوند مرا وسیله هدایت یک نفر گشتم. اما ای که نشته کرده بریم و نشته کریم و تمام روز موبایل های ما چالان است، ایت بلا ده. پس اگر یک اشتکک بر زنگ مسکال بده، او از درس استاد کرده و بسیار مردم افغانستان بسیار ارزش داره. شاید اینه میلم کسایی که پشت موبایل خود دیمید کپک کپک کده میخیزن میرن، نه؟ این کپک ها را اونجا که میلم بیره گوش بگیری، نه؟ یک نفر کجا هستی؟ فلانی خوب بودی؟ ایچ همه تو یک آزار دادمت گفتم باش کجا هستی؟ اما آدم مسلمان در صنف وقتی که آمد، یعنی مک استاد هستم، خجالت میکشم که موبایلم در داخل مسجد زنگش برایه.
استاد سعی کنه سرمه که این استاد زنگش برآمده در جریان درسی از او بله خوب هستی جور هستی کل دوستای خود گفتیم که برادر تا 11 12 بجه بر ما زنگ نزنین من خراب در درس هستم در داخل مسجد حداقل ادب درس یاد بگیریم ادب شیشتن در درس یاد بگیریم ادب استفاده از درس یاد بگیریم در خیر از او علم اگر در سر زند ماری شود علم اگر در دل زند یاری شود علمی که انسان تواضع ببخشه تقوا ببخشه موبایلش سرش گل کنه او را بفهمانه که تو برادر مسجد خانه خدا هست آل آمدی وقت تا برای خدا دادی آل این وقت روابط تا با دیگرها کم قطع کو اگر تو هر کدام همت کپک کپک بخیزه برای او داخل شوه رشته درس خطا میخوره استاد هم مشوش میشه ای چرا خدا کپ کرد او چرا خدا کپ کرد چیگه باز ما در کپستان آمدیم از این خاطر مشکل میشه بر انسان انسان نفس لوامه چی هست؟ نفس لوامه انسان ملامت میکنه در اشتباهاتش خودش از داخل احساس غم میکنه وای من چی اشتباه کردم وای چی بدی کردم هیچ کس خبر نداره من 7200 یونیت عمر خدا به امرای اون دوها در روز قیامت خداوند متعال جل جلاله برات بگه که خب جناب عالی چند قبر اولادات خدا را معرفی کردی چند قبر اولادات خفتنکی رسول خدا را معرفی کردی نمیتونستی که یک سیدی اسلامی را بانی که در اونجا توحید است اولادات توحید درس میگن فورا ریموت داده ست است اونا سریال های اون دوار را دیده میره و تو قرار ششتی نفس تو چی است؟ نفس لوامه نیست این نفس اماره به سو هست نفس لوامه انسان ملامت میکنه به خدا دینشم 7200 یونیت ما رفت کتی اون دوها در بانک شیطان ذخیره شد و در روز قیامت من محاسبه میشم نفس لوامه چی میکنه؟ انسان میگه که خجالت بکش خود نفس مولا رو چی میکنی؟ مولوی رو چی میکنی؟ خطیب چی میکنی؟ خود نفس از داخل برش میگه که خجالت بکش که وقت دادی در روز قیامت جواب خداوند چی خواد دادی؟ اگر بخوایم این تربیه بکنیم بلندتر ببریمشن باز این 100% تربیه میشه باز وقتی که 100% نفس تربیه شد این باز مبدل میشه به نفس مطمئنه نفس مطمئنه نفس مطمئنه کدوم نفس است؟ نفس است که راضیه و مرضیه جمع شدن قاری سبایت شرف چطور است؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه نفس مطمئنه سعی کنین که نفس مطمئنه کی هست؟ در دنیا چی علامت داره نفس مطمئنه؟ در دنیا از احکام خدای عزوجل راضی هست در دنیا از احکام خداوند راضی هست سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر این شعار زندگی نفس مطمئنه هست سمعنا شنیدیم چی رو شنیدیم؟ قال الله شنیدیم چی رو شنیدیم؟ قال الرسول شنیدیم حدیث صحیح شنیدیم و آیت قرآن شنیدیم باز وقتی که شنید چی میگه؟ سمعنا و اطعنا خدایا شنیدیم و اطاعت کردیم غفرانک ربنا و الیک المصیر پروردگارا مغفرت تا میخواییم و به طرف تو هست بازگشت سمعنا و اطعنا اشعار نفس مطمئنه هست در آیات قرآن و در احادیث پیغمبر ضرورت نداره که فلسفه بگوین ضرورت نداره کل برش تشریح شود وقتی که فهمید که خدای عزوجل خدایم است ذات رحمان است ذات رحیم است ما مشکل ما چی هست برادر مسلمان باور بکنین مشکل ما مشکل توحید است مشکل شناخت خدا هست امی سوالایی که مستشرقین مطرح میکنن و دشمنای اسلام مطرح میکنن و یا کسایی که مثلا جادوگرا و فالبینا و بیدینا و مشرکین و مشرکین سابق مطرح میکردن و در عصر حاضر نیست مطرح میکنه و مردم های رنگارنگ رو مطرح میکنن چرا برای ما یک نوع وسوسه پیدا میشن چرا ما مثلا وسوسه در وجود ما ایجاد میشن به خاطر از اینکه ما نتونستیم که با توحید خدای عزوجل قلب خود به نفس مطمئنه مبدل کنیم ما خدا را نشناختیم
اگر یک نفر بگوی بخیده باره فلانی شخصیت دو ساعت گپ بزن، دو ساعت برات گپ میزنه. تو بخیده باره فلانی شخص پنج ساعت گپ بزن، پنج ساعت گپ میزنه. اما یک روز 99 نام خداوند است که اسماء و صفات است، در باره 99 نام خداوند متعال جل جلاله پنج دقیقه گپ زدن نمیتونه. مجرد دست دعا میریم به بارگاه مخلوق بلند میکنیم. مشکل ما در چی است؟ مشکل ما این است که ما نفهمیدیم که مجیب خدا هست. بر ما توضیح و تشریح نشده یا خدا وقت ندادیم که بگیم که استاد و ما انشاءالله این درس را انشاءالله میخواییم به هر نام خداوند متعال جل جلاله یک درس بگیریم. اگر ما هر نام خداوند در یک درس سرش فکر بکنیم و آیات قرآنی که او صفت خداوند بر ما میخواه با آیات بسیار زیاد کلمه مجیبه در قلب ما خوب اما تو محکم او را ترسیخ بده، خوب در قلب ما جای بجای بسازش. اگر یک نفر بفهمه که خداوند متعال جل جلاله ذات مجیب است، اما یجیب المضطر اذا دعا، کی میتونه که انسانی که در حالت اضطراری قرار داره او را اجابت بکنه؟ کی میتونه؟ خدای عزوجل میگه. آیا شما مسلمان ها کلمه اسم خدای عزوجل که از اسماء و صفات است المجیب، آیا او را در قلبت مانایش ترسیخ پیدا کردن؟ قلب تو این صفت خدا را شناخته؟ اگر مشناخت باز به غیر الله دست تبالا نمی کردی، به من دون الله دست تبالا نمی کردی. من دون الله اگر هر کسی که می بود، ولو ملائکه یا پیغمبر یا ولی خدا یا دشمن خدا یا بود یا هر کس می بود، دست تا به دربار از بالا نمی کردی که بر ما بچه بتی یا دختر بتی. مشکل در چی است؟ که ما خدا را نشناختیم. اگر خدا را بشناسیم باز برای ما چی پیدا میشه؟ نفس مطمئنه، آرامش قلبی. هیچ کسی نمیتونه، او حدیث شریف ما و شما خواندیم که یا بنیه، رسول خدا صلی الله علیه و سلم به حضرت عبدالله ابن عباس میگه که ای پسرک، ای نوجوان، این یا غلام، اینی اعلمک کلمات، ما چند کلمه را بر تو درس میتم. از جمله کلماتی که درس داد گفت اگر کل دنیا حتی پیغمبر هم اگه بخواه که برای تو خیر برسانه، خیر رسانده نمیتونه مگر چیز را که الله برای تو نوشته کرده. و اگر کل دنیا بخواه برای تو ضرر برسانه، ضرر رسانده نمیتونه مگر چیز را که الله برای تو نوشته کرده. رفعت الاقلام و جفت الصحف. آیا ما این مفهوم این درس پیغمبر در قلب خود جای دادیم؟ اگر جای میدادیم باز به غیر الله دست خدا بالا نمیکردیم. این حالی شد نفس مطمئنه. نفس مطمئنه کدام نفس است؟ نفس است که در دنیا از احکام خداوند راضی می باشه، بس بالای احکام خداوند انتقاد نمی کنه، دلائل دیگرا و انتقادات دیگرا سر از این تأثیر نمی کنه. این حال این نفس باز در روز قیامت هم راضیه می باشه هم مرضیه می باشه. چی مانا؟ نفس مطمئنه نتیجهش کجاست؟ میهیم علامات نفس لوامه را می خانیم، باز علامات نفس مطمئنه را می خانیم، باز علامات نفس اماره به سو را می خانیم. خب بیاین شروع کنیم از نفس اماره به سو. علامات نفس اماره به سو چی هست؟ نفس اماره به سو چند علامت داره؟ آیا نفس ما، برادر عزیز، من درسای ما را بسیاری وقتا بسیاری کسا میگه که سخنرانی، من میگه من سخنرانی عادت ندارم که سخنرانی بکنم. سخنرانی کسا جور کرده نمیتونه. ما وقتی که میگیم میفهمیم مفاهیم مثل یک گفتن بر یک نفر به شکل یکی، وقتی من اینمی رو خواندم یک فرمول داده شد، بنا این فرمول من باید سر خود تطبیق بکنم. اینی علامات برای من گفت استاد این سیستم است، اگر میخواییم اصلاح شویم. استاد علامات نفس اماره به سو برای من گفت، باز علامات لوامه را گفت، باز علامات نفس مطمئنه را گفت. اینه من 15 علامت یادداشت کردیم. خودت پیش خودت تنابیشی پیش کس بگه نشو. حضرت عمر رضی الله عنه بر بچه خود چی میگفت؟ میگه بچه پیش ازی که دیگرها تو را محاسبه کنه خودت خودا محاسبه کن. پیش ازی که دیگرها ملائکه بیه پرسانت بگوی در یک روز چند یونت مصرف میکردی؟ در 24 ساعت تو برش بگوی که والا من در یک روز 86400 مصرف میکردی؟ بله. در کجا روانش کردی؟
در کجا روانش کردی؟ نه، پیش از اینکه اونا محاسبه کنن خودم پرسان بکنن. کس که صبح کی نماز صبح وضو کرده 5 دقیقه، 5 6 30، 5 ضرب 60 کنیم 30، نشته کنن که 300 یونیت در بانک رحمان. کس که نماز صبحش قضا شده وضو نکرده، نشته کنن که در شیطان بانک 300 یونیت. کس که نماز صبح خوانده 10 دقیقه نماز صبح خوان، نشته کنن 10 ضرب 60 600، نشته کنه که 600 یونت امروز صبح کی ما در رحمان باغ ذخیره کردیم. اگر نکردی نشته کو 600 یونت در شیطان بانک ذخیره کردیم. صحیح؟ خودت میفهمی که اکاونت نمبرت در روز آخرت از کدام بانک میگیری؟ اکاونت نمبرت از کدام بانک میگیری؟ یا از رحمان بانک؟ فاما من اوتی کتابه بیمینی فصوف يحاسب حسابا يسيرا. برش اسم محاسبهشون بسیار آسان است. خلاص، از کجا گرفتی؟ وقتی که رحمان بانک اکاونت نمبرش در جیبت باشه، کس تو استاد کدم میتونه؟ کس جرات میکنه که استاد کنه؟ کارتت این است. و اما من اوتی کتابه بشماله، اما کسی که باز دفتر اعمالش به دست چپش داده شده، باز دیگه چی میگه؟ یا لیتنی لم اوت کتابیه، کاش که دفتر اعمالمش داده نمیشد، کاش که بر من چیز نمیداد. یا لیت ها کانت القاضیه، کاش که مردن فیصله میبود که بیخی آدم خاک واره میگشه، هیچ دیگه انسان دوباره زنده نمیشد. یا لیتنی کنت تراب، کاش که من خاک میبودم. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش که اونو بچه فیلم من دوستم نمیگرفتم، بچه فیلم بود که من خراب کرد، اون رامبو بود که مرا خراب کرد، کاش که ما این رفیق رامبویی نمی داشتم. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش که اون رقاصه و دولچی و سازنده را دوست می داشتم، خواندن های ازمون سالم مزدار بود. یونه تایم رایی که در کجا؟ در شیطان بانک. علامات خود انسان محاسبه بکنم. علامات نفس اماره به سو چی هست؟ یکی از علامات نفس اماره به سو ای است که نفس اماره به سو همیشه به طرف بدی تیله میکنه، انسان تشویق میکنه، تشویق به بدی ها. یالا برو، یالا برقص، یالا برو سینما، چی عجب آدم هستی، حرکت کن، تو بخی بچهش بریم یک. باز شیطان خو هم نماینده جنی داره هم نماینده انسانی داره. نماینده انسانی شده جانش روان میکنه، بخی یالا یا با نفسم برات میگم یالا برو بخیر، تشویق میکنه به بدی ها. آیا نفست وقتی که فهمیده که در اینجا خدا خفه میشه، نفست میگه برو یا نفست ملامتت میکنه؟ اگر میگه برو، نفست نفس اماره به سو هست. اگر ملامتت میکنه، نفست لوامه هست. علامت اولش. علامت دومش چی هست؟ نفس اماره به سو علامت دومیش این است که وقت انسان در مقابل یک گناه قرار گرفت، در تشویش است، نفس اماره به سو از پشت سر تیلش میکنه، موتر گناهی تر در چخوری بربادی تیله میکنه، بیا 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 کلینه رو کمی افتادی، باز میگه بس. این نفس اماره به سو هست. علامت سوم نفس اماره به سو چی هست؟ که وقت اشتباه کرد، اشتباه صورت گرفت، برات دلیل براءت، تو ملامت نیستی، خب کلگی گناه را میکنن. نشنیده که شاعر چی میگه که گویند که خوردن می حرام است، آن چیز که در این شهر حلال است کدام است؟ خب کلگی دیگه کلش گناه است. آل ما ریشکل نکنیم که مولای صاحب میگه ریشکل کنی پیسای ریشت ریشکلید در شیطان بانک میره، وقتای ریشکلید مثلا 10 دقیقه وقت ضایع میکنی و هم در شیطان بانک رفت. آل ما مثلا ما نرقصیم به خاطر از اینکه رقص خوب نیست، ما مثلا این کارو نکنیم مور نکنیم خیلی دیگه چی کنیم، چطور کنیم؟ این اینجا نفس اماره به سو بره از این چیز میکنه که خوب کردی که کردی، حق داری که کردی، دلت که کردی،
علامت دیگه نفس اماره به سو چی هست؟ نفس اماره به سو همیشه میگه که باز خوب میشی، باز توبه خود کردی، آل هنوز جوان هستی. نفس اماره به سو همیشه چی میتونه انسان؟ همیشه برای انسان در اصلاح آینده برش وقت میتونه میگه. باز یک هفته بعد فکر کو، دو هفته بعد فکر کو، یک ماه بعد فکر کو. همو بیادرها یوسف علیه السلام گفتن بیاین این گناه را میکنیم، یوسف را میکشیم، ثم بعد از او چی میکنیم؟ میباشیم بعد از او؟ گفتن نقتل یوسف، اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم و تکونوا من بعده قوما صالحین. سیسنی؟ و تکونوا من بعده. آل ای قتل میکنیم، یوسف میکشیم، باز بعد از اینکه یوسف کشتیم باز چی میشیم؟ باز خوب آدم میشیم. آل ای جنایت ها و ای گناه ها را میکنیم، خیر سال جوانی هست، باز بعد از این توبه میکنیم، یک هفته بعد، یک ماه بعد، یک سال بعد. اما چی خبر داری که، چی خبر داری که آیا تا تو امروز تا دیگر زندگی برای تو نوشته هست یا نیست؟ بسیاری وقتا ما و شما دیده باشیم، نه دیده باشیم که میریم در خیرخانه، در می مارکت، در نقاش خوب یک دانه میم سهل میکنیم، والا اینی گوسفند خوب چاق است. کمش که گوسفند نکه لاغر یک خوبی از مرده نیست. اینی گوسفند خوب چاق است، خوب گوشتی است، خوب فلانی است. صاحب اول ایره میبریم این گوسفند چاقش گوشتی و خوب آمد شاخدار و خوب زوردار، وقتی که ببریم جوان دیگه گوسفند های همسایه کوران به قربانی آورده، وقتی که ساد کنیم ایره کت شاخ بزن، او رو به شاخ بزن، ما شما دیگه مسیج شنشته کردیم که این دیگه میمره، اینه دیگه حلال میکنیم. اله ما تو پشت کارت میگردیم و بالا کارت تیز میکنیم، شر رو شر است، این دیگه ایره کت شاخ بزنه، او رو کت شاخ بزنه، اینه نمانه، او رو نمان، اینه خلاص. اونجا پیش اسرائیل علیه السلام مسیج تو وقت رفته که فلانی ولد فلانی ساعت دو بجه گلمش جمع است و این ساعت ده بجه قرار در پیش فلم شیشته و ساجق میجود. آه چه فلم زم چقدر خوب شده، چطور نهی بچهش رای نزن فلانی دست راکت میایه دمو این گناه گلمش جمع است. ایناله نفس اماره به سو چی میگه؟ نفس اماره به سو میگه که خیر است، صبر کو، هنوز جوان هستی، هنوز خرد هستی، هنوز وقت داری، نه ناخ ریشت سفید شده، ای تارای ریش تو که سفید شده این ناخ هست، قواریت هسته که تو از داتا جوان کرده، قوتت زیاد است. کی مردم میگه ریش سفید؟ ریش سفید چیز جوان هست که دلش جوان باشه. حتی ریشتفه داره هم نفس اماره به سو چی میگه؟ او جوان ها و پیر هستن که دلاشن تو جوان کسی زگی ها شده، یک دو تا ریشتفه داره بین خود دیگه مشوره کرده میرفتن که نه صاحب جوان کسی است که دلش جوان باشه، جوان کسی است که او از در همیاله دمی پس پیری 60 سالگی عاشق شوه، عشق پیری گر بجون بعد سر به شهیدایی زند، شهیدا شوه. این علامت چی است؟ علامت نفس اماره به سو هست که حتی در جوانی میگه بان که پیر شدی، وقتی که پیر هم شد باز چی میگه؟ نه وقتی که پیر شد باز برازو میگه که نه تو هنوز چی هستی؟ جوان هستی، جوان هستی. نه بیادر امی که دمی بازار که گشتی که کدام شامبو رو بگیرم که موی نره، بفهم که گفت خراب هست. شروع شد تبایید کمی مویت ریخت و رفتی در شهر پشت شامپو گشته که یک شامپو گشته که از بوی رفتن مانع شده. اینه بفهم که گپت کم کم خراب است. این آغاز کدام کسی که مرگ اندیوال شده بود بازو برش گفته بود، تو شاید قصه شاید داشته باشد که باز اگر هر وقت که میخواستی که مردم بگیری باز مقصد مرا خبر بده. گفت آلخ رفیق من هستی مرا خبر بده چی وقت میبینم. گفت خود سایز خبر میدم. این دیگر روز آمد چند وقتی گمراهی و بیرایی میکرد، آمد اسرائیل علیه السلام که بگیره، گفت نه گفتی که من رفیق تاسم باسر خبر میدم. گفت یک مسیج برات روان کردم و یک آیت میرفت. صحیح نی؟ باز کاکل تکشمند داره تو یک بغله میزیده که مردم کلی تاسته نبینه. صحیح نی؟ یک علامت خنده نکنین. یکی دوم علامتش ای است که وقتی که درها میرفتی ولی مانده شدم، سابق می دویدم، حالا کم کم احساس ماندگی میکنم.
دیگه علامت چی است که صاحب تچریت که میبینی که یگان تارک ریش سفید است بازانی رو دیگه علامت دیگه ریش سفید مرگ تی است که استاد جان کس خبر نشه رنگ موی نداری باز خانمش برش میگه که یه خانه چرا سیاه شدن چیز بوده که نه ایفام رنگ بود بخلیم دستم سیاه بوده شده بود او رفته در پس خانه در تشناب مویه ها را صاحب رنگ کرده یک خانه چیز شده یکی مویه که تا رنگ کردی شیطان گفت که اوه اوه دید که این علامت ها میه شیطان گفت خیسته که مسیح جای مره شیطان آمد برد گفت موی که رفت کاکل چپه بزن کشت کو کلید کشت کو چیه مست که میفهمه موی تا کشت کو موی تا رنگ کو ریشه که تا صاحب رنگ کو والا اگر رنگ هم کردم چپه تراشش کو خوب بل بل بکش 45 ساله 50 ساله آدم میبینی که ریش بل بل میکنه بل بل دروغی کت کریم و کت فلانی فلانی این چیز کردن اینه ریشه را ریشه کل کو موی رنگ کو برای کمردردی یکان تابلت قوت بگی والا شربت قوت میخرم پایم درد میکنن ایره عرشو تلسیا چرت میکنم اینه خلاص شیطان برش میگه تو جوانستی این ریشه تو ناق چیز شده یک شاعر عربی میگه که وقد یشیب الفتا وليس عجبا ان ترى ان ترى ان ترى النور في القضيب الرطيب گاهی گاهی گل سفیدان ده نودی سوز گل سفید می باشه این کله سفید تو گل سفید است نودگه که شاخهایت کلش هنوز تازه هست هیچ رای نزن اینه باز شیطان برش وسوسه میکنه بران او برش میگه مرگ برش میگه مخ وقت تو یک علامت دو علامت سه علامت چهار علامت علامت نفس اماره به سو چی است علامت نفس اماره به سویی است که همیشه برای انسان مرگش از یادش میبرن خسرانی که طرف خسرانی که حرکت از او را فراموشش میکنن علامت نفس اماره به سو علامت چندمی شد پنجمیش نه چهارمیش این حال پنجمیش هم میگیم علامت پنجمی نفس اماره به سو چی است غفلت است غفلت است غافل ساختن است نفس اماره به سو آدم غافل میسازن بسیاری کساس گناه میکنم نمیفهمم که گناه میکنم بسیاری کساست که یونتهای عمرش بر شیطان رایی میکنن نمیفهمه که یونتهای عمر ما به شیطان روار کردیم دمی خانه که رفت تق تلویزیون چالان میکنن اون خواندن صاحب شروع هست رقص شروع هست و هیچ فکرش نیست قرار یک اخبار گرفته مطالعه میکنن و اینجا در اموال نامه ازی نشته شده میره یه علامت نفس اماره به سو هست که انسان رو تو غافل میزازن که گناه میکنه دریور تکسی نفسش اماره به سو هست وقتی که به موتر بالا شدی فورا یک کست خوانده نمیمانه شش نفر دیگر چی میکنن؟ شش نفر دیگر در گناه مبتلا میکنن تو میخوایی که یکانزا سبحان الله بگوی وقتی که خواندن بود مجبور تسبیح یک در جیبت بان تو هم قرار بشنم قرار شیشه چطور کنم؟ اینال این مردکه گناه خودم گرفت و گناه شش نفر دیگر هم در کله خود گرفت ما دینش هم در فاضل بک داروسی اسلامی خبر بودیم یک دکتر از پانتون طب آروسیش بود محصل من نخواستم که یونتا های عمر من به شیطان روان کنم تو که در آروسی تو جوان وقتی که 200-300 نفر خبر میکنی این 200-300 نفر در آروسی تو هر کدامش 5 ساعت وقت خدا میتن ببین که 5 ساعت چند دقیقه و چند ثانیه میشن این بازدر به اینمی 400 نفر یا 300 نفر کن تو که 300 نفر در معصیت خدا مصروف میسازی در آروسی در روز قیامت جواب خدای عزوجل چی میدی؟ میگه بدبخت کسی است که به خاطر دنیا آخرت خود از دست داد از او که بختر کسی است که به خاطر دنیای دیگر آخرت خود از دست داد سیل دگاه میکنه رقص دگاه میبینه کل مستی رو دگاه میکنه این دامات بیچاره دستاش سیاه و در زیر کش کردن و در غوری کش کردن است اصلا سیل دگاه میکنه سات از دگاه تیر میشه گناه نشته میشه سر بابی داماد سر خود داماد سر مادر داماد سر برادر بزرگ داماد شما خود مجلس شیشتین شما نبودین در روز قیامت شما نبودین که گفتین که 2 میلیون یونت کل مردمی 500 نفر دعوت کردین کلشان در گناه چیز کردین تو بیادر کلان از داماد نبودی تو پدر از داماد نبودی تو پدر از یارس نبودی تو مادر از نبودی تو اقارب از نبودی تو در مجلس گپ تو تاثیر نداشت اگر یک گپ حق میزدی تاثیر میکرد بنا ان تو
مجرم بزرگ هستی که هم پیسیت هم وقت خود و هم وقت کلی میمانایت در غضب خداوند چیز کردی. اون جوار با اوشیار بیدار بود، غافل نبود، خواست 300 نفر در آرسی آمده بودن، چند تن از علما را خواستن، چند تا کتاب و کتابچه و دسمال دیگه بار جایزه گرفته بود. ما مسابقه سیرت اونجا کردیم، یک ساعت یک عالم یک نیم ساعت صحبت کرد، یک ساعت دیگر هم مسابقه بود، یک 20 دقیقه هم دیگه علما گپ زدن، دعا کردن، کلگی با اخلاص دل برش دعا کردن، خدا هم از پیشش خوش شد، مردم هم از پیشش خوش شدن، قرآن هم از پیشش خوش شد، دین هم از پیشش خوش شد. این جوان مسلمان ایشد علامات نفس اماره. آیا نفس ما نفس اماره هست؟ اینی علاماتش هست. نفس لوامه چی علامات داره؟ نفس لوامه را میگن که ای اول علامتش یه هست که وجدان زنده است. وجدان زنده، وجدان زنده است، از داخل زنده هست. وجدانش برش میگه که اینی کار زشت نکو. اولین علامت نفس لوامه یه هست که در وقت مقابله با گناه نفس لوامه برد میگه که اسباب گناه را ترکو. نفس لوامه میگه نه به گناه نزدیک نمیشی، بلکه به اسباب گناه نزدیک نشون. چون خدای عزوجل نگفته که ولا تزنو، گفته ولا تقربوا الزنا، گفته به وسایل زنا. کت زن نامحرم قول نتی، کت زن نامحرم و دختر نامحرم در یک اتاق به تنهایی نشی، به طرف نامحرم دقیق سال نکو. النظرت سهم من سهام ابلیس، همونطور مسمومتون، زهرآلود است. پیغمبر خدا میگه نظر تیر زهرآلود است، تیرهای شیطان است، باید مانی از این تیر شیطانی شوی. ولا تقرب الزنا، با وسایل زنا، با دیدن به طرف نامحرم، با نشستن با نامحرم، با قصه کردن با نامحرم، با وسایل دی. از این خاطر نفس لوامت را ملامت میکنن، چرا با امرای دختر مردم سل کردی؟ چرا که تزو ششتی؟ آیا تو که طرف دختر مردم سل میکنی؟ آیا فکر میکنی که طرف دختر خودت مردم به نظر بد سل کنن؟ از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو. تو که به طرف خواهر مردم سل میکنی، طرف خواهر خودت مردم به نظر بد خواهد سل کرد. اگر طرف دختر کس به نظر بد سل میکنی، مردم به طرف دخترت به نظر بد سل میکنن. طرف همسر کس به نظر بد سل میکنی، به طرف همسرت به نظر بد مردم سل میکنن. و اگر طرف مادر کس به طرف به نظر بد سل کنی، طرف مادرت به نظر بد سل میکنن. حتی در سابق همین دوزام اگر دوزی میکردن، باز در قسمت چیزهای دیگه باز یگان گپا را میفهمیدن. یک دوز میگه در یک خانه بالا شد، رفت او خانه، وقتی که زینه را ماند که بالا شد که دوزی بکنه، دید که مردی این خانه نیست. اوه گفت بیا دوزی هم میکنم و فرصت از عمل تجاوز هم باید بکنم. یک دفعه دلش کش که نه دوزی خود کردم، اما برش کدام کسی گفته بود که اگر به خانم کسی زنا بکنی حتما همسر خود تجاوز میشه. این کسایی که در دخترهای دیگر زناکاری کتش میکنن، زن خودشان میگروزن. کسی که سرتون دختر بد، اگر دختر کسی را گپ داده، دیدی که یک نفر در باغ بالایی که را گپ داده، بفهم که خوارک خودش را در کارتی پروانه کسی دیگه گپ داده. آه گفتم که مکن، گفت مکن تا نکنم. این یک سخنم چنان خوش آمد که مپرس. ای دوست امیگه باید شامد که اگر من تجاوز کنم سر خانم خودم هم تجاوز میشه. نه دوزی خود کرد، تجاوز نکرد. وقتی که آمد در خانه، خانمش عرقایش سر که دالتش خراب است، گفت چی گفت است؟ گفت حالا اینمیجه یک نفر همین دروازه را آمد که لغت زد و داخل خانه داخل شد، نزدیک بود سر من تجاوز کنه که امسایه ها خبر شدن با گریخت. اما قسمتی کی رفته بود؟ از اونجا هم آمده بود. اما قسمتی کی توقف کرده بود؟ او هم توقف کرد. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو. تو که سر ناموس دیگر را به نظر بد سل میکنی، حتما سر ناموس خودت مردم به نظر بد سل میکنه، به طرف از اون مردم به نظر بد سل میکنه. خب علامت نفس لوامه، علامت دومی نفس لوامه چی هست؟ نفس لوامه در هنگامی که اشتباه میشه از انسان، اول خود نمیمانید، باز وادی که احیانا اشتباه از پیشت شد، نفس لوامه چی میکنه؟ نفس لوامه ملامتت میکنه از داخل. ای احمق، ای جاهل، ای بیخبر،
تو وقتی که گناه را کردی، نه تنها ای که معصیت خدا را کردی، خدا از نظر خدا انداختی، خدا از نظر خدا انداختی، از رحمت خدا خدا دور ساختی، کرامت انسانی خدا از دست دادی، شخصیت ایمانی خدا از دست دادی، چندین عذابتو کشیدی. از این خاطر این نفر وقتی که گناه را میکنن، پیش خود ملامت است، ملامت، خجالت است، خجالت، خودش پیش خود خجالت است. از این خاطر اگر در انگام ارتکاب کدام گناه احساس خجالتی کردی، احساس بدبختی کردی، احساس ذلت کردی، بفهم که نفست نفس لوامه هست. علامت سوم نفس لوامه چی است؟ علامت سوم نفس لوامه ای است که نفس لوامه بعد از اینکه انسان ملامت کرد، تشویق میکنه به توبه. حال خاص بشتی بدی شد، اشتباه کردی، توبه کو، به خدا تعهد کو که من دیگه این اشتباه را نمیکنم. علامت چهارم نفس لوامه چی هست؟ نفس لوامه انسان از رفتن با اونمو دوست، اونمو رفیق، اونمو اتاق، اونمو مجلسه که تو را به گناه مرتکب ساخته بود، میگه دیگه نرو. از او دوست که تو را به زنا دعوت کرد، خاک دست سر از او دوست، چلیپا سرش بکش. او دوست که تو را به غیبت میکشانه، هیچکتش نشی. اون مجلسی که تو را به گناه میکشانه و تو را ذخیره عمر تو را به پیش شیطان میبره، اون چیز که نفع علامت چهارم است. پنجم نفس لوامه چی است؟ علامت پنجم نفس لوامه ای است که برات میگه که تو ثروت داری، ثروت هایت در باطل مصرف نکو، وقتت ثروتت است. والعصری، خداوند با این ثروت چندین مرتبه قسم خورده تا که با یکی ارزش داره. و الضحا و اللیل وقت است، و الضحا وقت است، و النهار وقت است، و اللیل وقت است، و الصبح وقت است، و العصر وقت است. کل از یه چیز گذاشت برای زیاد قسم خورده که این ثروتت است، نده این ثروتت از دست نده. نفس لوامه میگه ثروتت حفظ کن، ثروتت در جای درست مصرف کن. عمرت، مالی که داری در راه خدا مصرف کن. اگر در راه خدا مصرف نکردی، در راه شیطان مصرف میکنی. نفس لوامه علامت دیگه چی است؟ نفس لوامه برات میگه که دو تا تقسیم اوقات است. دو تقسیم اوقاتو ندی، یا در رحمان تقسیم اوقات ده، او یا هم در شیطان تقسیم اوقات ده. نفس لوامه برات میگه که there is two kind of schedule, schedule. دو قسم تقسیم اوقات است، یکی رحمان تقسیم اوقات و یکی هم شیطان تقسیم اوقات. او انسان خانه پر پلو، اگر در تقسیم اوقات نشته بود ساعت 4:30 نماز، خدا گفته نماز، تو گفتی رفتی از تقسیم اوقات خداوند تقسیم اوقات گفتی. خدا چی گفته؟ گفته ساعت 4:30 نماز. مثل که در مکتب میری، در پانتون میری، تقسیم اوقات میگیری، نه استاد میشی پیش تقسیم اوقات، استاد میشی در مقابل قرآن و سنت و تقسیم اوقات زندگی رو جور میکنی. خدا گفته که 4:30 نماز، وضو، صبح که از خواب خیستم سنت رسول الله صلی الله علیه و آله، اول که از خواب خیستم در تقسیم اوقات رسول الله صلی الله علیه و آله خود برام گفته که اول آثار خواب از روی دستای پاکی قشمه نو که از خواب میخیزی، سنت پیغمبر تطبیق کن، وقتی که روی دوار آثار خواب خود تده دست چشمای تو روی ده، یا اول سنت پیغمبر است که از خواب میخیزی. باز باز میگه الحمدلله الذی احیانا بعدما اماتنا و الیه النشور. این تقسیم اوقات الهی هست، رسول خدا مبلغ الله هست، بر ما خبر داده. باز از اون الحمدلله الذی احیانا، حمد و ثنا و صفت است مر خدایی را که ما را زنده کرد، بعد ما اماتنا، بازی که ما را میرانده بود، و الیه نشور، و سوی خداوند بازگشت است. باز این تقسیم اوقات خداوند است. باز وضو، تقسیم اوقات بعد می تک یالا وضو، وضو این 4:35 وضو، باز 4:30 یا 4:45 نماز صبح، رفتن به مسجد، جماعت، تلاوت، بعد از او صاحب تقسیم اوقات است، نماز اشراق، تسبیحات، خواندن کتاب های درس، مطالعه کتاب های درسی، نفقه بر فامیل، تربیه اولادها. تقسیم اوقات خداوندی را 24 ساعت تقسیم اوقات خداوندی را مراعات بکنیم. از کجا پیدا میکنی؟ در این سایت عقیده
یک کتاب ما پیدا کردیم که اونجا یک عالم نوشته کرده که در یک روز 1000 سنت میتونی تطبیق بکنی. بگیری تقسیم اوقات رسول الله صلی الله علیه و سلم، کم کم سر تطبیق بکن، کم کم تطبیق بکن، بتاری خدا تا در روز یک روز 1000 سنت تطبیق بکنی. اگر تقسیم اوقاتت نبود شیطان میآید، شیطان میآید سر میکنه. خب شیطان از اینکه دیدی صبح کی ابلیس دیگه میآید پیشت، شیطان دیگه میبینه که مین شده این تو تارک واره، او شیطان خانه خراب چی کرده؟ میگه صاحب که تازی نفر که هستم خدایی را هدایت کنه. صبح که از خواب خیز که مجرد بسم الله الرحمن الرحیم گفت الحمدلله نام الله را گفت، از امجا میگوزد من تاوکو، باز میایم باز اوزو میگنم بسم الله الرحمن الرحیم، باز که میایم که دمیدان دروازه تشناب گیرش کنم میگم اللهم اینی اعوذ بک من الخبث والخبائث، دروازه تشناب که داخل بشه خب من خبیث هستم، ما درست که نمیدونسی، باز که وضو میکنم میخوام در این وضو گیرش کنم میگه بسم الله الرحمن الرحیم، وضو خدا شد، باز میگروزم تاکو، باز وقتی که میبرایم میگم باش که حال کستم تشنا برامت گیرش کنم میگه غفرانکه، باز به طرف الله رجوع کرد، باز من گریختم. دفع سری خودم که داخل میشه بسم الله الرحمن الرحیم، گلاس آبم که بگیره بسم الله الرحمن الرحیم، نانم که میخوره بسم الله الرحمن الرحیم، دخانی خود که داخل هم میشه خارج میشه کل ازیره میگه مرا دوانده 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 سر در موترم که بالا شدی که گفت بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین. این سب سر در موتر سوال از ما سر در پشت پشت موتر، خب من که لاغرک نشم من اینک نشم چطور کنم؟ اما این نفر دیگه که شیطان بزرگ میگه چی که پس لالا میگه تقسیم اوقاتش سفید از سفید، یالا میگه تقسیم اوقاتش جور کن جور کن، ساعت 4 تا 7 و نیم خو خو خی و ولف بی تا 7 و نیم شش خو تپ تپش کن تپ تپش کن خوش از این خو که خیست یک جنگک با مادر اولادا، جنگ با مادر اولاد شیطان است. از او که خلاص شد کردی بیادر کجا بودی؟ ایناله این تقسیم اوقات عزیز صاحب این همی قسم جنگ غال مغال وقتی که در بیرون برامد سونی یک کسی که سر کرد بیادر کم کم کچ کچ سر داری چی که پس؟ هیچ بیادر خیلی نه یک قسم تو در این کوچه که میگردی نه والا ببرم هیچ خب مقصد فکرت باشه که اینجا باز تو سرشاری کوچه را خود دیدی دیگه که باز فکر نکنی که ما شیطان برش تقسیم اوقات سرشاری کی برش داره؟ تقسیم اوقات سرشار و بدماش و کاکی کوچه و اینی که پره اینا رو صاحبی شیطان شکسته که صاحبی که ایتانی عزی و کلی عزی چی میگه و کلام کلامه نو دستان کرده کرده شده این برش شاید ابلیس برش میگه چطور چاخ شدی؟ میگه چی چاخ شده؟ خصوب کس هم خیست تو هفت باید تفتری مجه خب است وقتی که خیست اول بیتی اون دو کس هم در سر بسترک پیشه که روی خدا باشه یک پیالا چای میخوره رو باز بیتی میگن دوادی بیتی خوردن بسم الله خانه میگه دیگه نصف شما میخورم در سر خانم نان مکتش میخورم در خانه خودم که داخل میشه من قرار بالا سر شیشتیم در موترم فقط در سیته اول من شیشتیم شیطان میگه من که چاخ نشم که چاخ شم اینالی یا تقسیم اوقات رحمان بگی اگر تقسیم اوقات رحمان نداشتی شیطان برای تقسیم اوقات تپور میکنه اگر تقسیم اوقات درس تحلیل نداشتی تقسیم اوقات سینما پامیر وقت میگیری اگر در مزید حال تقسیم اوقات هست نی؟ اگر این همیاره تو در تقسیم اوقات نمی بود که نبرم روز جمعه در اینجا درس بتم شیطان وقت برد میگه که سگبازی سک شود آنجا کسی که اینجا نباشد سک سوار برو سک بازی جوان هستی هلا سک فلانی سک لالا سک ماما این حاله آنه چی شد؟ وام یک تقسیم اوقات هست و تو نگوی که تقسیم اوقات نیست وام تقسیم اوقات هست در سر هر سینما یک تا شیطان شیشته در بسیاری تلویزیون ها رئیس های تلویزیون ها و مدیر هایش و برنامه ساز هایش اکثریتشان اللهم یک دو سه چهار تاش گفتن نمیتونم یگان تاش دیگر اکثر شکی میبینه شیطان هاست وقت تقسیم اوقات جور کرده که زمین تو هنوز از خواه نخیستی که شیطان وقت برد خواندن آره مونده تو خبر نداری که شیطان وقت پروگرام تا برد ساخته این پروگرام شش ماه رو برد جور کرده تقسیم اوقات یک سالش تیار پیش از پیش جور از نیست پس تقسیم اوقات کی رو بگیریم؟ تقسیم اوقات رحمان و یا تقسیم اوقات شیطان؟ این کار توست، این کار خودت
انا هدیناه السبیل. خداوند متعال جل جلاله چی میگه؟ میگه انا ما هدیناه السبیل، راه را برشان نشان دادیم، خط مستقیم را شد. اما شکرن و اما کفرن. یک تعداد شکر میکنن، نماز میخوان، بعد یک تعداد کفران نعمت هم میکنن، روز خدا گم میکنن. این حالا این شد علامات نفس چی؟ لوامه. علامات نفس مطمئنه چی است؟ اول علامات نفس مطمئنه ای است که رضایت کامل از احکام خدای عز و جل. وقتی که خداوند متعال گفت که الله گفته و رسولش گفته، نفس مطمئنه میگه سمعنا و اطعنا، شنیدیم و اطاعت کردیم، غفرانک ربنا و الیک المصیر. ای علامت اول نفس مطمئنه هست، از احکام خداوند مطمئن است. و خدایی که مرا چشم داد، دو چشم، بر امریکایی هم دو چشم داد، بر روسی هم دو چشم داد، بر کلگی دو چشم داد، بر من هم فقیر بیچاره هم دو چشم داد، معلوم میشه که او خدا ذات عادل است، او ذات رحمان است، او مرا دوست داره. بنان اگر مرا میگه نماز بخوان، هم از دوستی است. اگر میگه وضو بکن، هم از دوستی است. اگر میگه در مسجد برو، هم از دوستی است. اگر میگه عروسی تو مطابق اسلام بکن، هم از دوستی است. اگر بر من میگه نکاح بکن، هم از دوستی است. اگر مرا میگه جهاد بکن، هم از دوستی است. کل برنامه های الهی از دوستی است. بنان خدای عزوجل دوست خود. علامت دومش خدای عزوجل اولین دوستش است. قبل از نام خدا دوست دیگه نداره. نفس مطمئنه. و من الناس من یتخذو من دون الله اندادا یحبونهم که حب الله والذین آمنوا اشد حبا لله. محبت قوی با الله تعالی داره، محبت قوی با الله تعالی داره. این محبت قوی ازی با ای الله تعالی چی میشه؟ بر ازی اطمینان است. علامت سیومش آرامش روانی، آرامش روانی است. آن کس که تو را شناخت جان را چی کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چی کند؟ دیوانه کنی، هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چی کند؟ محبت با خداوند داره. نه در قصه ازی است. اگر یک مصیبت هم آمد میگه خدایا شکر، خدایا شکر، شکر که در معصیت نیست. مصیبت خوب است. اگر کدام فایده هم کرد میگه خدایا شکر. نفس مطمئنه علامتش چی بود؟ آرامش داخلی. این آرامش داخلی نه به پیسه پیدا میشه، نه به خانه پیدا میشه، نه به موتر پیدا میشه، نه به زن پیدا میشه، نه به هیچ چیز. به ایمان و ارتباط داشتن به خدای عزوجل. اینجاست که خداوند نفس مطمئنه رو بر انسان میده. علامت نفس مطمئنه چی هست؟ میفهمم مطمئن است که قانون خداوند، هر قانونش به نفعش است، هر حدیث پیغمبر به نفعش است، به نفع عزیز. این مطمئنانه، هیچ جای شک برش نیست. ولو که کل دنیا کافر شوه میگن ما مسلمان هستم، کل که ضد خدا بخیزه این میگن ما با خدا هستم، چون اطمینان برش پیدا شد. این علامت نفس مطمئنه هست. علامت نفس مطمئنه در قیامت چی است؟ که راضیه و مرضیه است. در قبر راضیه و مرضیه است. در روز حشر راضیه و مرضیه است. در داخل شدن به جنت راضیه و مرضیه است. چی معنا راضیه و مرضیه؟ از حالتی که خدا برش آورده راضی هست. خدایا اینمی قبر تو برم گفتی؟ من راضی هستم. و خداوند با ذات مقتدر است. بازو میگه که ما نفس زیر راضی ساختیم. راضی اسم فاعلش است و مرضی اسم مفعولش است. یعنی این راضی هست از حالتی که خدا سرش آورده، از چیزی که خدا برش نوشته کرده، این راضی هست. و خداوند همه این راضی میسازه با نعمتهای خود. قبرش برش روضت من ریاض الجنه میسازه، قبرش باغچه است، باغچه های جنت میسازه. هیچ نمیترسه با اون که قبر های دیگه مار باشه. اما قبر کسی که نفس مطمئن نداره، او در قصه قبر هم نیست. مجرد که مرگ بایی مگه اهلا و سهلا، من به جنت خدا میرم. در میدان حشر فاما من اوتی کتابه بیمینه، نه القاریه و القاریه و ما ادراک ما القاریه یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کلاحل منفوش فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه.
دیگر آره صاحب سهل میکنی که او رو لعت میخوره اون صاحب فلانی نفر اون ملائکه ها گرسته بود قیز قیز کرده چه خوش میکنه جوی دیگر بیده که تا به اینجا در عرق غرق است یه قرار در سر چپکیش اشتر دیگر فلم سهل داره آیت قرآن میگه فاما من ثقلت القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كوبنده چیز کوبنده وما ادراك ما القارعه و چیز که می کوبه مردمه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث میگه مردم مثل پرنده هایی که همین فراشه در زبان عربی شاپرک میگه مثل شاپرک های گدوادوار مردم هر قص رجیوت گدوادوار سرگردان و هستن و تکون الجبال کلعهن المنفوش کوها را سیل کنی مثل که امی نداف که چیز میکنه پشم از سابق چیز میکنه باز امی پشمای رنگی دمی اوات و پریده پریده کوها را ببینی که طرف تکت تک افتادگیست یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کلعهن المنفوش فاما من ثقلت موازینه ای مسلمان دمو حالتی که بمباردمان است و زلزله هست و تکان است و کلگی میدون تو مسلمان در چی حالا داری؟ فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه در زندگی چی می باشه؟ راضیه و در اوج خدای عز و جل برای چی میگه؟ یا ایتها النفس المطمئنه ای انسانی که تو نفس مطمئنه داری ارجعی در کسی از اون مردم نشو و را الابتی ارجعی رجوع بکن الی ربی که به طرف پروردگارت راضیتن مرضیه که تو از خدا راضی سی و خدا هم تو را راضی ساخته فدخلی فی عبادی یلا یلا بخی برو امرای پیغمبرا برو به امرای من النبیین و صدیقین و شهدای و صالحین برو که تزیاد داخل شو فدخلی فی عبادی درای در زیر بیرق انبیا فدخلی جنتی داخل شو در جنت من ای از علامت نفس مطمئنه فقط اما ای خلاص شد سیر نزولی نفس چی است؟ فقط ای بسیار کوتاه هست و قمص از زور طبیل نیست گفتیم نفس اماره به سوگ است اگر شما این نفس انوز تربیه نکردی باز ای در مرحله چی میرسه؟ حیوانی مرحله حیوانی وقتی که در مرحله حیوانی رسید حیوانات سه قسم است این نفس هم سه قسم سقوط میکنه اول به یک حیوان مثل یک ایوان اهلی میشه ایوان اهلی چی را میگن؟ ایوان اهلی او است که شراب میخوره شراب خورا مثل حیوان اهلی هستن که خودش هم درنگ میکنن و برای دیگه هم پیش میگره که اینه بگم تو هم درنگ کن این به یک ایوان اهلی مبدل شده هفته گذاشته صاحب گل یک قصه یک برتان میکنم میمیشی جمعن اما در سال که خلاص کردیم که مولوی صاحب عابد بودیم باز که تیزی دوستا رفتیم این طرف های قرقه و چیز پغمان رفتیم صاحب یک ذره از هوای پغمان مستفید شدیم پس که صاحب از روی پغمان می آمدیم در میجای قرقه من دیگه امی نفس اهلی و حیوان اهلی مبدل میشه باز به حیوان وحشی مبدل میشه باز به گزنده مبدل میشه من ایره خوانده بودم لیکن مثالش نداشتم و جمعه گذاشتم مثالش یاد گرفتم چه قسم مثال بود در این پیش از این قرقه که یک طرف آمدیم همینجا را مچم چارایی کمبر میگه یا کمبر میگه خوی اینه میگه پشتونا کمبر میگن یعنی برش کوتاست و تاجیکا کمبر میگن که مچم کدام شخص است البته خب صاحب در اینجا رسیدیم و در این چارایی وقتی که اینجا رسیدیم دیگه دوستان و امرای ما هست دیدیم که یک جوان صاحب تنه خود از این موتر کشیده است موتر کلان دیگه هم تو دو زنه میره این دو بزن و غال مقال کن دو بزن و دو گاش کشش میگن یعنی مثل که همی سگ زنجیر کنه نیه که مردم ببینه سگ دیگه دو صاحبش کشش میکنه دیگه غو 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 یا رب یا رب این چرا تو میکنه خب کلیگی سنتی ایران هم سندش او طرف صاحب سهل میگم که یک دانه سگ سنتی میگه بل سهل داره کمی سگ چی میگه به زبان قال نی به زبان حال یعنی حالت امی سگ دیدم که سنتی میادم سهل کنم سگ دیگه برازی میگه که او شراب خور تو را خداوند احسن و تقویم ساخته بود چری زیبا تو را خداوند اشرف مخلوقات ساخته بود تو را خداوند متعال جل جلاله مسجود ملائکه ها ساخت که ملائکه ها برای تو احترام کردن تو را خداوند متعال خلیفه خود در روی زمین ساخت تو چرا کارهای مرا میکنی؟ تو چرا خطرقت سگ ساختی؟ تو چرا عقل داد؟ تو را خداوند عقل داد که تو عزت داشته باشی تو را فکر داد که کلیگی ابر و باد و ماه و خورشید و فلک کلش مزدور توست تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری تو چرا تو
غافل شدی مثل ما رو غوغو میکنی مردم ادب بزنی. دیدم که امی شراب خوره امی سگ، میگم تف لعنت خدا سرت، این دکار خدا شد، این لعنت خدا سرت تو سگ صفت، افسوس که نام مرا سرت. او مردم روی خلاصون ما درد داد که مرا توهین نکنید، نگوین اینه سگ، من خواه عقل ندارم، من خواه مکلف نیستم، من خواه محاسبه خدا نمیکنه، من خواه غوغو زدن وظیفه است، من خواه اگر غوغو میکنم من از خانه صاحب خود حمایت میکنم، غوغو من روی یک هدف است. اما این انسانی که شما این من کرامت دارن اینجور غوغو میکنه به هدف، پس این با من چیز نکنین، این رتبهش از من کده پایین تر است، من را توهین نکنین. این انسانی که خدا در این مرحله آورد به حیوان اهلی مبدل شد، باز اگر از این کده توبه نکد شراب خود، باز رشوت هم میخوره به حیوان وحشی مبدل میشه. رشوت خور کس حیوان وحشی، حیوان وحشی چیز؟ حیوان وحشی عادتش چی است؟ حیوان وحشی عادت داره که از گوشت دیگر را تغذیه میشه، دیگر را پاره میکنه، این غذای خود را پیدا میکنه، جیب دیگر را پاره میکنه، غذای خود را پیدا میکنه، از خون دیگر را میمکه و باز این غذای خود را پیدا میکنه. او باز خود از نفس اماره به سو، از به حیوان اهلی، بالاخره اینجا صاحب 20% اندرلاین بود، حالا اینجا باز 50% میشه، 50% به یک حیوان وحشی مبدل شده این انسان. دی شیخ با چراغ همه گشت گرد شهر که از دیو دت ملولم و انسان هم رو دوست. از این انسان هایی که چیرهای مقبول مقبول دارن، لکن یا شیطان واره هست یا دد حیوان درنده واره هست، از این ملولم هستم. من انسان ضرورت دارم که نفسش لوامه باشه، مطمئن نباشه. اما انسانی که اماره به سو هست، ایره به حیوان وحشی مبدل کردن، در چیره و در نکتایی و در قواره خود نیست. یه مثلا درشگه که لکس پوشیدیم، آخرین استایل پوشیدیم، مویای خدا رفتیم لکس جور کردیم، نه، نفس اماره به سوی تو ترا غلام خود ساختم. بالاخره این انسان اگر بازم خدا تربیه نکنه به گزنده مبدل میشه. این برای ما شما بسیار تسکین است. وقتی من میگه پاره که میفهم اگر یک نفر سرم پرزه بره هیچ قار نمیشون. یک کسی در خانه اتمه خوب برش چای میمونی، خوب گلاس ها رو برشم، بسیار اخلاص، بکیسه بینی چای بخور، دیگه خورده این ندارم، این یک ذره لوبیا پختنگ بشم، لوبیا رو سیکو، قواریش سیکو، پیالایش سیکو، تشکر گشتم جان. به چی مبدل شده نفس ازی؟ به گزنده. او اصلا دوست است، احساس دوستی میکنه، نیش گشتم نه است، پی کین است، خواستار طبیعتش این است. گشتم اگر نیش میزنه که تو دشمنی نداره، اون نیش از اون هر کسی که گیر کرد نیش میزنه. از این خاطر انسان های گشتم صفت نپشت دوست میگردن، اما خوبترین دوست خود هم نشتر میزنه، نیش میزنه، سر پیالیت خنده میکنه، سر بینیگه که میکنه که کج از خنده میکنه، سر لباس های میکنه که خراب از خنده میکنه، سر وضع زندگیت یکمه که خراب از خنده میکنه، سر موتر داشته باشی سر موتر تام خنده میکنه، اگر نداشی هم سرت خنده میکنه، اگر برای چای ماندی خنده میکنه، اگر یک گلدانه که خریدی سر تا سر گلدان، ای گلدان چی بی سلیقه است، گفتم تشکر، من خب بی سلیقه لکن تو گشتم، ولی من مثلا رنگ سر خوشی میاد، نام بچه میمونه سرگل، تو را او دیگر از رنگ سیاه خوشش میمونه، نام بچه خدا میمونه ترگل، و تو را رنگ سفید خوشش میمونه، نام تا سپینگل، حال تو سپینگل چرا سر ترگل و سرگل قار شده؟ هر کس دلش، حال تو چرا مرد مثلا این رنگ خوشم آمد، رنگ قلم مارکر میتو رنگ خوشم آمد، تو را یک مارکر دیگه قسمی کنی، حال تو چرا سر مارکر من خنده میکنی؟ این خود مسئله نسبی است. نه 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 نه، او بیچاره ملامت نیست، ملامت به خاطر ازی است که همیشه چشمش چون گشتم صفت است، سهل میکنه که کیره نیش بزنم، فقط دنبکش همه تو بالاست، گرد گرد همه تو گشته میره، در فکر ازی نیست که دنب خودم بالاست، دنب خودش نمیبینه. سیزده؟ انسان های گشتم صفت هیچ دم به خدا نمیده که دم به خودم بالاست، کل یکی سونه قواریم مسئل میکنه، قواریم چطور وحشه، دیده نه گشتمه، دمش بالا، قواریش بسیار وحشی، چهرهش، حرکتش، کم سرسل کنی در مسجد هم که اگه گشتم در مسجد هم که بیایی میگروزی میگه الله بکشینش، اول در مسجد بکشینش، گشتم است. این حال انسان های گشتم صفت هم به می شکل هستند. بناهن برادرهای عزیز، آخری نقطه مایی است که ما و شما مسلمان ها کوشش بکنیم که مطابق احکام خدای عز و جل زندگی خدا مطابق قرآن و سنت آماده بسازیم، کوشش بکنیم که نفس خدا به لوامه و بالاخره به نفس مطمئنه مبدل کنیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. قرسی بک دعا کنیم.
اللهم اكفنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ليالي وس